بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدا به عرض سلام خدمت بینندگان های محترم تلویزیون تمدن دکتر عبدالهادی قاسمی هستم با یک برنامه دیگر در خدمت شما خوبان موضوع بحث امروز ما در رابطه با مشخوردگی پا است آیا گاهی شده در جریان را رفتن که را میرین پایتان پیچ بخوره و درد شدید را در قسمت بند پای احساس بکنین یا در جریان دویش همچین حالتی برای شما اتفاق بیفته یا در جریان فوتبال که بازی میکنین و یا بس سر را رفتن در مسیرهای ناهموار که هست همچنین اتفاق برش ما رخ بده این اتفاق که هست اکثرا در تمام سنین رخ میتوه فرق نمیکنه، جوان است کهان سال است یا مینه سال تفاوتی هیچ تفاوت در اکثرا در کل سنین رخ میتوه و این علت از سبب و اسبابش که است کفش نمناسب است که ما اگر کفش نمناسب پوشیده باشیم میتونه باید پیش خوردگی مچ پا و و یا از اثر زمینی که ناهموار است یا در جریان فوتبال وقتی دوش کنید فوتبال بازی میکنن به با یک بارگی سرعت خودت کم میکنن یا دور میخورن به سر مچ پاشون مچ میخوره یا پیش میخوره که به این مشکل برشان به وجود آید خب بحث مش... چی مشکلات را که برای ما به وجود می است که یک درد خیلی شدید در قسمت بند پا به وجود می پندیدگی یا ورم است که به وجود سرخی است و دیگه گاهی وقتا کبودی هم برش کبودی هم اتفاق و این مشکل که است ما را از انجام را رفتن میمانه اگر خیلی شدید باشه میتونه باعث پارگی رو ها باشه شود خب چی مشکل به وجود میه که همچین اتفاق میفته اکثرا ربات هایی که در قسمت بند پا و در قسمت بند پا ربات خیلی زیاد است و در قسمت لترال در قسمت اونسی است و این ربات ها آسیب میبنه زیادترین آسیبی که میبنه ربات های قسمت وحشی بند پا است یا در قسمت امید ملیوس وحشی که است که برش بجلک میگه در قسمت اتفاق میفته خوب راهکارا و درمانش چی هسته؟ درمانی که درمان دوایی داره که بعضی دواهای غیر استرویدی برش ما توصیه میشه اما بحث درمان فیزیوتراپیش که هست در مراحل اول بعد از اینکه تشخیص شد که ربات آسیب داده چون وقتی ربات آسیب می‌بینه ربات سه گرید داره گرید اولش که از ربات فقط آسیب می‌بینه باعث علائم التهاب میشه پوندیدگی میشه و درد شدید داره اما گرید دو که است گرید دو یک اندازه ربات پاره میشه مکمل پاره نمیشه گرید سوم که است ربات به صورت تکمیل پاره میشه که نیاز به جراحی داره در گرید اول و دوم که از ما یک سلسله راهکارا را میتونیم به وسیله تداوی فیزیوتراپی مشکل برطرف کنیم خوب بحث درمان فیزیوتراپیش که از بعد از که تشخیص شد کدام ربات آسیب دیده است آسیبش چقدر است آیا گرید اول از دوم است یا سوم است خب اگر گرید اول و دوم بود که میشه تداویش گرفتک بحث درمانش که, که است در مراحل اول یک سلسله تطبیقات الکتروتراپی برش صورت میگیره بعد از او به خاطر کاهش التهاب از اولتراساوند استفاده میشه و بحث در... یک چیز دیگه هم که خیلی مهم است برش از لیزر استفاده میکنن و لیزر که است جریان خون در ساحه زیاد میکنه تا بافتایی که آسیب دیده اونا برطرف میشه و همچنان باعث ترمیم بافت میشه بافت ها خیلی به سرعت خود ترمیم میکنه چون این انرژی لیزر که هست یک قسم یک انرژی خیلی نوری است که باعث ترمیم روند سریع ترمیم بافت میشه خب زمانی که شما همچین مشکل را پیدا در مراحل اول کوشش کنید که یک روش داره به نام رایس است آر آی در ب... یعنی آر به معنی رست زمانی که همچین مشکلی برای شما اتفاق میته در مرحله اول شما باید استراحت کنین در مرحله دوم سیکی است کامپریژان است آر بعد از آر آی می در مرحله دوم که میشه آی یا یخ است ما در ساحه که آسیب دیده به مدت 20 دقیقه یا نیم ساعت یخ میمونیم و هر دو ساعت بعد یا سه ساعت بعد دوباره تکرار میکنیم خب سومین چیزی که هست سی یا کامپریژن است کامپریژن ما یک بانداژ میگیریم قسمت بند پای خود پیچ میکنیم تا از ورم پوندیدگی جلوگیری شود و دیگه بند پای ما زیاد آسیب نبینه مرحله چهارمش آسیب نبینه مرحله چهارمش که هست ای یا الیویشن است یعنی زمانی که آسیب میبینم ما پای استراحت میکنیم پا را یک اندازه بلندتر از قلب قرار میتیم تا خونی که در او به وجود آمده یا خونی که در قسمت پا است تخلیه شود و باعث پندیدگی نشود و روند درمان ما خیلی سرعت انجام شود خب یک سلسله راهکارها و درمان های فیزیوتراپی داره که گفتیم اونا رو براتون گفتیم اما یک چند تا ورزش خیلی ساده و مهم داره که او ورزش ما براتون میگم در خانه انجام بدین تا مشکلتون برطرف شده اولین تمرین به شکلی است که ما از یک کش استفاده می کش می در قسمت بند پا به شکل میندازیم بعد خوب بند پا را طرف خود کش کرده میگیریم حدود 10 ثانیه یا 15 ثانیه مکس میکنیم پس تمرین هم میاییم به حالت عادی و این را در جریان روز سه بار یا دو بار تکرار میکنیم تمرین دوم به شکلی است که باز هم از یک کش استفاده میکنیم یک پا را میاریم با دیگه قرار میتیم بعد کش میریم در پای پایینی بند قسمت بند کف پا میندازیم و این کش هم در قسمت بالای مهم در قسمت میندازیم تمرین به شکلی است که ما در این حالت کش پای ما را پایین کش میکنیم ما میم پا را به صورت بالا کش می میکنیم وقتی بالا کش می میکنیم حدود ده ثانیه مکس میکنیم و این تمرین در جریان ده بار یا 20 بار تکرار میکنیم و در جریان روز سه بار تکرارش میکنیم های محترم تمرین سوم که از به شکلی است که با تمرین اولی یک اندازه تفاوت است تفاوت داره ما باز هم از یک کش استفاده میکنیم کش در قسمت بند پا، قسمت کف پا میندازیم اما زاویه چرخش پای ما فرق میکنه ما این دفعه پا را به طرف داخل حرکت میدیم بعد میم به طرف بیرون به شک یک حرکت میدیم حدودا خوب در نظر داشته باشین حرکت اولی به شکلی بود که ما پا را مستقیم کش میکدیم اما حرکت سوم که است به این شکل است که ما پا را خوب به طرف خارج اول به طرف داخل کش کرده میگیریم امرا با کش به طرف خارج دور میتیم حدود 10 ثانیه مکس میکنیم و این تمرین در رو در جریان روز سه بار انجام میتیم بینندای محترم سه تا ورزش که گفتم برای مشخوردگی کف بند پا ایره میزانن در جریان روز سه بار تکرار کنیم به من اندازه که براتون گفتم ایره انجام بتین تا مشکلتون برطرف شده اگر مشکلتون برطرف نشود یا باعث تشدید درد شد کوشش کنید به ایک از مراکز فیزیوتراپی مراجعه کنین تا بعد از تشخیص درست و یک کدام ربات با دیده برای شما تمرینات مناسب با مشکلتون براتون توصیه شود تشکر از که تا با ما همراه بودین الله یار و